بنیاد جهانی نجات حیوانات اسپکا در همکاری با کلینیک نجات حیوانات کوچک در کابل موفق شدند که حدود 158 سگ و 146 بشک را از افغانستان در پروسه تخلیه جنجالی موفقانه به شهر ونکوور کانادا منتقل نمایند. تیاره حامل این حیوانات به تاریخ 2 فوریه به ونکوور رسید. لوری کلیف میگوید پس از 6 ماه کار و تلاش های خستگی ناپذیر آنها تخلیه این حیوانات را به واقعیت مبدل ساختند. ما معمولا عملیات نجات را انجام نمی دهیم، اما شرکای ما در کابل و کلینیک نجات حیوانات با ما در ماه جون در تماس شدند و از ما کمک خواستند. و مسئول این حیوانات از کابل به دلیل روی کار آمدن حکومت جدید خواهان تخلیه حیوانات شدند. و ما شب و روز با شرکای خود کار کردیم و فکر نمی کردیم که اینقدر به زودی بتوانیم آنها را نجات دهیم. مسئول برنامه در کابل توانست که این حیوانات را به میدان هوایی برساند، اما به دلیل تخلیه با حرج مرج پس از 7 روز انتظار از میدان هوایی بیرون ساخته شد. وضعیت حیوانات برای بنیادهای طرفدار حقوق حیوانات مانند یک کابوس میماند. لوری کلیف میگوید بنیاد آنها به تلاش های خود در 6 ماه گذشته ادامه دادند و آنها سگ هایی را که در افغانستان خدمت می کردند و سایر حیواناتی را که از مالکینشان به دلیل تخلیه باز مانده بودند نجات دادند. شماره از سگ‌هایی که برای کار آورده شده بودند عقب ماند و شماره از آنها را حکومت جدید گرفتند که از آنها خوب مراقبت می کنند و یک بریتانیایی به این سگ‌ها رسیدگی می کند. گربه ها به پناهگاه های حیوانات منتقل شدند. طی 5 الی 6 ماه اخیر ما یک لین تلفن خصوصی ایجاد کردیم تا کسانی که حیوانات آنها برای تخلیه اضطراری است به تماس شوند. و شماره از این حیوانات که رسیدن با مالکین اصلیشان به سایر کشورها به شمول امریکا، آسیا، دبی و بریتانیا فرستاده می شود و بسیار جای خوشی است که به صاحب‌های خود می رسند. مکسول جونز، مسئول برنامه اسپکا اینترنشنال در کابل می گوید در ماه آگست این بنیاد حیوانات را از میدان هوایی جمع نمودند و شماره کشته شدند و شماره دیگر برای ثبت نام برای تخلیه آماده شدند. او می گوید در صحبت با طالبان او توانست اجازه پرواز چارتر نجات حیوانات را از افغانستان بگیرد. ما بسیار زیاد زحمت کشیدیم تا روابط خوب با طالبان پیدا کنیم و اعتماد آنها را جلب کنیم و آنها برای ما اجازه دادند که تخلیه صورت گیرد، به خاطر که این کار قبلا نشده بود. مثلا تیاره با 300 تن مواد غذایی برای حیوانات به کابل نرسیده بود و پرواز تخلیه 300 حیوانات، پروسه گمرکی، امنیت انتقال بسته ها به تیاره همه خیلی دشوار بود. ما با شرکای کانادایی خود برای پیشبرد اسناد آنها کار کردیم. شارلوت میگوید پس از صحبت با مقامات طالبان آنها متوجه هدف صادقانه این گروه یعنی خدمات حیوانات شدند و از طریق عجیب شمار از آنها نیز به این حیوانات علاقمند شدند. اسپکا اینترنشنال به حمایت خود از بنیاد نجات حیوانات کوچک کابل ادامه می دهد تا شماره بیشتر حیوانات را در مراقبت خود داشته باشند. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.